29مین دوره مراسم اهدای جوایز فیلم گویا است که به اسکار اسپانیا معروف است برگزار شد. پنلوپ کروز، آنتونیو باندراس و پدرو آلمودووار از جمله ستاره‌های حاضر در این مراسم بودند. در این دوره از یک عمر فعالیت هنری آنتونیو باندراس 54 ساله تجلیل شد. سوپر استار اسپانیایی هالیوود موفقیت خود را مرهون پدرو آلمودووار کارگردان صاحب سبک سینمای کشورش می‌داند. احتمالاً هیچ کس نمیتواند پیشرفت حرفه‌ای من را بدون 7 فیلمی که با پدرو آلمودووار کار کردم بفهمد. یک واقعیت است. باید اعتراف کنم که فعالیت در آمریکا را هم به نحوی مدیون او هستم. احترامی که هالیوود برای او قائل بود به من و هنرپیشه‌های مثل من این امکان را داد تا در آمریکا شناخته شویم. موفق ترین اثر این دوره گویاف تریلر پلیسی لا ایسلا مینیما، جزیره کوچک به کارگردانی آلبرتو رودریگز بود. هیئت داوران 10 جایزه از جمله جوایز بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین هنرپیشه مرد را به این اثر اهدا کرد. Fue la última persona que las vio. آلبرتو رودریگز کارگردان این اثر درباره جایزه‌ای که گرفته میگوید نباید درباره موفقیت خیال پردازی کرد تا در صورت شکست هم خیلی به هم نریخت. راستش چیزی که امشب اتفاق افتاد باور کردنی نبود. جایزه بهترین فیلمنامه را در خواب هم نمیدیدم. درخشش فیلم آرژانتینی داستان‌های وحشی به کارگردانی دامیان سزیفرون ادامه دارد. این اثر 6 اپیزودی جایزه بهترین فیلم آمریکای جنوبی را به خود اختصاص داد. داستان‌های وحشی یکی از نامزدهای اسکار برترین فیلم غیر انگلیسی زبان امسال نیز است. از اینکه اثر من نامزد دریافت اسکار شده بسیار خوشحالم. خودش یک افتخار است. اصلا هم به بردن یا نبردن جایزه فکر نمی کنم. می شود باخت و خیلی هم خوشحال بود. همین که اینجا هستم برایم راضی کننده است. 29مین دوره اهدای جوایز گویا در متن بحران اقتصادی طولانی اسپانیا برگزار شد. با وجود ادامه رکود، صنعت سینمای اسپانیا در سالهای اخیر موفق و روبه رشد بوده است.